انتقادات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دلیل تغییر مسیر جاده‌ای که از نزدیکی قبور مطهر امامان بقی علیهم السلام می‌گذرد در عربستان سعودی مطرح شده است. همکارم در رابطه با جدیدترین اقدام و بی‌توجهی حکومت سعودی نسبت به ائمه بقی علیهم السلام گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. فعالان و وبلاگ نویسان در شبکه‌های اجتماعی از اقدام‌های اخیر مقام‌های حکومت سعودی برای تغییر مسیر جاده‌ای که از کنار قبور ائمه اطهار علیهم السلام و صحابه و خاندان و همسران رسول خدا و بزرگانی همچون حضرت ام البنین می‌گذرد انتقاد کردند. فعالان یاد شده تغییر مسیر اصلی این جاده را بیانگر اصرار حکومت سعودی بر ایجاد محدودیت برای زائران بقی به ویژه جهت شیعیان دانستند که زیارت ائمه اطهار علیهم السلام را دشوارتر و مسیر رسیدن به آنان را دورتر می کند و مانع از دستیابی آسانتر به این قبور مطهر می شود. بسیاری از این فعالان با ابراز نارضایتی از این اقدام تأکید کردند که این اقدام به مجموعی اقداماتی که توسط حکومت سعودی با هدف کاهش دسترسی به زیارت این اماکن مقدس در طول سالیان متمادی صورت گرفته اضافه شده است. فعالان یاد شده با اشاره به ادعای اصلاحات توسط حکومت سعودی و ایجاد فضای باز فرهنگی و سرگرمی که شامل برگزاری جشنواره‌ها و بازی‌های ورزشی می‌شود، ضمن انتقاد از این گونه رفتارهای دوگانه و متضاد خاطر نشان کردند که چنین اقدام‌های محدود کننده برای کشوری که میزبان حرمین شریفین مکه و مدینه است مناسب نیست. لذا شایسته است که مسئولان دولت سعودی برای حفظ حرمت این اماکن مقدس و تسهیل زیارت اماکن مذهبی در کنار اهتمام به مسائل گردشگری اقدامات مثبت مشابهی در این زمینه نیز انجام دهند. این فعالان ابراز امیدواری کردند که مقام‌های سعودی در راستای احترام به مقدسات دینی و قدردانی از احساسات معنوی مسلمانان در سراسر جهان در این تصمیم تجدید نظر نموده و به جای پیچیده کردن شرایط با انجام برخی از اقدام‌های نسنجیده شرایط را برای زائران بهبود بخشند. لازمه به ذکر است که این انتقادات در شرایطی مطرح می شود که درخواست ها برای بازسازی قبور ائمه بقی علیهم السلام، حفظ میراث مذهبی و تاریخی این کشور و تضمین آزادی عبادات و مناسک، زیارت اماکن مقدس برای همه مسلمانان بدون هر گونه مانع یا محدودیت در حال افزایش است. رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران همراه ما هستند تا به بررسی موضوع برخوردهای دوگانه حکومت عربستان سعودی بپردازیم. آقای رئیسی، با سلام و عرض ادب و تشکر از شما، چرا علی‌رغم ادعای اصلاحات در عربستان سعودی و گسترده شدن تلاش‌ها در زمینه‌های مختلف برای جذب گردشگر، اما در خصوص اماکن مقدس و مذهبی این کشور کماکان محدودیت‌ها ادامه داره؟ بفرمایید آقای رئیسی. بنده هم عرض و سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی برنامه اخبارشیه. ممنونم. عرض کنم که اول ابتدا این رو من در پاسخ به شما عرض کنم که ما باید اصلاحات در عربستان رو یک نگاه ژرفی داشته باشیم. اصلاحات در عربستان، اون چیزی که به عنوان اصلاحات مطرح شده، در یک اصلاحات بنیانی و زیربنایی به معنای توسعه همه جانبش نیست، بلکه در حقیقت یک تغییر و بازسازی روبنایی صرف و صرفاً شکلیه که کاملا روشن یک الگوگیری هست از کشورهای دیگر منطقه، مثل امارات، مثل قطر، مثل کویت، مثل ارزم حضورتون که عمان، که بیشتر ریشه در مسائل اقتصادی داره و یک فضای به اصطلاح پرهیجانی تبلیغی از اون ساختن به عنوان
اصلاحات. به عبارت دیگه اصلاحات پرقوام مبتنی بر توسعه سیاسی، فرهنگی و به خصوص عقیدتی و مذهبی اونجا وجود نداره و یک ساختار قوی زیربنایی نیستش. این رو باید دقت داشته باشیم که اونچه به عنوان اصلاحات مطرحه در عربستان بیشتر از این زاویه باید بهش نگاه کنیم. در همین راست هست که اقداماتی از قبیل اونچه که گفتید و در گزارشتون هم آمد یا ایجاد محدودیت هایی برای گردشگران و به خصوص برای شیعیان در حوزه اعتقادی و باورهایی که دارن، اینجا این به اصطلاح نگاه ما یک نگاه تعمیم یافته به این مسئله میشه. ببینید اینجا بحث اصلی محدودیت جامعه شیعیان هست که از شیوه های ناپسند به اصطلاح دولت سعودی است و در برابر اون برخوردی که داره انجام میشه باید یک به اصطلاح نگاه دیگه ای داشت. دولت سعودی باید به این توجه داشته باشه که و هر حال قریب 500 میلیون شیعه در جهان اسلام وجود دارن که اینها ارادتمند ساحت قدس علوی و فاطمی و اهل بیت هستن و اونجا نسبت به موقعیت خاصی که دارن از جمله بری و اماکن دیگر به اصطلاح یک حساسیتی دارن، به وجود که به ویژه که بحث میراث مذهبی و تاریخی در این کشور و تضمین آزادی برای عبادات و مناسک و زیارت هم مقدسه برای همه مسلمانان بدون مانع یا محدودیت در حال انجام باشه. در مجموع اگر واقعیت اقداماتی که از این دست صورت میگیره سوی سعودی رو ما به دقت نگاه کنیم که به اصطلاح در حوزه گردشگری و به خصوص زائران شیعه از این زاویه اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر ریشش در این باشه که بخواد با از اماکن مقدسی که با اعتقادات و اندیشه های مرتبط و باورهای شیعه و یا سایر مذاهب حتی خود برادران تسنن وجود عینی داشته باشه، دولت سعودی باید بدونه که این اقدامات با شعارهای آزادی و تغییرات سنتی و به اصطلاح اصلاحاتی که در وقوع کرنا میکنه مغایرت داره و این یک آینده مبهمی رو برای دولت سعودی 100% رقم خواهد زد. بله تشکر میکنم از شما. رحمت رئیسی کارشناس مسائل سیاسی که از تهران همراه ما بودند و تحلیل خود را پیرامون برخوردهای دوگانه حکومت عربستان سعودی ارائه دادند.